بالاخره گرفتینش. خیلی مخلصین بچه، چطورید؟ بالاخره یک تیغه اره فارسیبر چوب و MDF گرفتیم. همونطور که بهتون قول دادیم گفتیم وسایل رو تکمیل میکنیم، شروع میکنیم به ساخت کندوهای مد نظر خودمون و اونایی که درستن و استانداردن. دارم واسه تو آنباکسش میکنم. فکر نکنم تا حالا تو یوتیوب یا اصلا تو جهان کسی تیغه اره فارسیبر آنباکس کرد باشه، ولی ما اولیم. بریم ببینیم چه خبره، ببینیم این خوشگله رو ببینیمش. یه تیغه 25 همونجوری که دارم بازش میکنم بچه ها نشونتون بدم، یه تیغه 25 ما اینجا داریم، 80 دندونه تنگستن، یک تیغه مناسبیه واسه این کار، واسه کارهای روزمره عالیه، نه کارهای سنگین. باشی؟ صداش میاد از این حالت ها. خیلی تیغه خوش ساختیه، فکر کنم قابلیت تیز شدن داره و وصل میشه روی تمام اره‌های چوب، مثل فارسیبر، گردبر یا اره‌های زیر میزی، روی میزی و هر از بیشتر اره‌هایی که میشه ازشون استفاده کرد. رخو ببین، رخ خوشگلشو ببین چقدر قشنگه، نگاه کن. این عزیز دلو میریم بازش کنیم. خب این که دیدینش هیچ، این تیغه دوتا واشر مخصوص داره همراهش واسه این که روی خانه‌های متفاوت وصل شه. اصولا همه دستگاه خانه‌شون 30 نیست، بعضی ها 25، بعضی ها 20. دوتا مخصوص خودش واشر داره بهمون داده. چوبه رو بندازم. اینم از این خوشگل پسر دیگه، دندونه داره پسر. اینم از این خوشگل پسر با محافظ تیغش. دندونه هاشم الان بهتون نشون میدم. اینو بازش کنیم، این خوشگلو. به به، خدا رو صد هزار مرتبه شو که اینم به جمع خانواده رامسرخانی پیوست. دندونه هاشم ببینیم، یه جنس مرغوبی هستش. میریم وصلش کنیم روی دستگاه با همین. خیلی دوستتون داریم، بریم. خب تیغمونو بریم جا بزنیمش. بچه داخل اینو نگاه کنین، یه دونه محور داره که این محور اگه دقت کنین باید بره داخل این خانه تیغه. بعد حتما حواستون باشه دستگاهی که دارین میگیرین تیغش باید باش بخونه مثل ما که یه مو کم داره، تیغه ما یه مو تنگ تره. میریم سنباتش بزنیم ببینیم چی میشه. سنباته، یک عدد سنباته داخل خانه شو باید دقیق سنباته بکشین که همه طرف گرد گرد. میریم دیگه اینجاش دیگه فکر کنم سرعتی میشه دیگه، بریم تا سنباته بکشیم و جا بزنیم. خب بچه دیگه ما سنباته رو کشیدیم دیگه، بریم واسه نصب تیغه و وصلش کنیم روی این دستگاه. روی این خوشگله امروز یه ذره اذیتمون کرد و بریم دیگه شروع کنیم. اینم از این کیپ کیپ کامل، واشر اول و مهره، مهره رو هم جا بزنیم. محکمش کنیم قشنگ. اینم از این. خب برش گردونیم. ماشاءالله این خوشگل پسر یه ذره سنگین هم هست. خب اینم از این، بونیاش هم درست کنیم. خب یه نشون بدیم که روشنم میشه و کار میکنه.
بله. الان یه لحظه بریم تا یه چوب بیارم، یه چوبم برای تستی برش بدیمشو. بله وصلش کردیم بالاخره، نگاش کنین پایینه این خوشگله. بچه الان یه چند تا برش هم با این تیغه خوشگل و دستگاه جدیدمون میدیم، بعد توضیحاتشو بهتون میدم. بریم برش بده ببینیم چه حالی میده. نکات ایمنی، عینک، کار. چه خوشگل برش داد، صاف صاف بدون هیچ عیب و ایرادی. بریم این تخته رو صافش کنیم دیگه، داریم برش میدیم دیگه. هستیم یه دونه طولی برش بدیم. خوشگل و صاف. خب اینا هم برش شدیم، دیدیم که هم کاربردیه هم خوشگله هم میزونه. بچه ما تیغمون رو تهیه کردیم، وسیله این دستگاه خوشگل هم تهیه کردیم. خودتون هم خیلی تو ویدیو به ما گفتین که چجوری میسازین کندوها رو، چجوری میشه ساخت. از این به بعد منتظر ویدیوهای بیشتر در مورد ساخت کندو، کفیا، انواع کندوها، وسایل مختلف زنبورداری که میشه با چوب با این دستگاه میشه تهیه کرد، همه و همه رو واسه تون درست میکنیم، همه رو میسازیم، همه رو واسه تون منتشر میکنیم. خیلی دوستتون داریم، خیلی مخلصیم، امیدواریم که همیشه شاد و باحال و سلامت باشین. مخلصیم، خدافظ.